سلام رفقا، حالتون چطوره؟ احتمالاً اکثرتون آقای پژمان جمشیدی رو میشناسید. آقای پژمان جمشیدی یکی از نمونه افراد موفقی هست که زمانی که حرفش رو تغییر داد توش موفق بود. تو این ویدیو میخوایم راجع به خواننده هایی که بازیگر شدن صحبت کنیم و ببینیم آیا تو این حرفه جدید تونستن بدرخشن یا خیر. تمرکز اصلی بر روی خواننده های بعد از انقلاب هستش، چون ما یه سری خواننده ها داریم که قبل از انقلاب هم بازیگری میکردن و هم کار خوانندگی رو انجام میدادن و به نوعی سوپر استار بودن و توی هر دوتا موفق بودن. یکی از نمونه های موفق دیگرش خانم گوگوش هستش که هم واقعا تو بازیگری خیلی موفق بود و هم در خوانندگی. تو از کدوم قصه‌ای که خواستنت؟ نفر اول لیستمون آقای شادمهر عقیدیه. بازم نشستی رو برون مات تماشای تو. آقای شادمهر عقیلی یکی از خواننده هایی بود که قبل از مهاجرت چندین فیلم در ایران بازی کرد که مورد استقبال عموم هم قرار گرفت. مردم دوست داشتن اون فیلم هاشو و به نظرم آقای شادمهر عقیلی توی هر دو تا زمینه موفق بودن. چشات سرخه. از دستتون، از دست که برات گریه کردم. نفر دوم لیستمون آقای رضا یزدانی. ابری که باریده، مردی که صد سال نخوابیده. به نظرم خیلی موفق نبودن آقای رضا یزدانی و تو همون خوانندگیش اگر بمونه هم به سینما لطف میکنه، هم به خودش لطف میکنه، هم به مخاطباش لطف میکنه. پس به نظرم آقای رضا یزدانی همون حرفه خوانندگیش رو ادامه بده. بالا رو کردم خونه موسیقی آواز یاد گرفتم. دفعه دوم وقتی که مهربانو دیدم. نفر بعدی لیستمون سیروان خسروی. دارم تو یادم میره دیگه اون روزای. به نظرم آقای سیروان خسروی همون تو خوانندگی بمونه به همین لطف کرده. شب بابات اومده تهران یه قلاده میندازه گردن تا شهرتون زمین کشد. زانیار خسروی هم کسی هست که وارد عرصه بازیگری شده. دیکای قلبمو جمع کنش از رو زمین. حالا آقای سیروان خسروی هر آنچه بود، دو سه لول آقای زانیار خسروی به نظرم با، یعنی من اصلا نتونستم از بازیش لذت ببرم، خیلی مصنوعی بود. به همین خاطر به نظرم آقای زانیار خسروی اگر تو همون حرفه خوانندگیش بمونه، اون نصف و نیمه هم که هست بهتره براش. اونم شما چی کار میکنی؟ هر شب خوشگل تا دیشب میشی؟ فرزاد فرزین. بیا شروع کنیم از اول. فرزاد فرزین فیلم های اولی که بازی میکرد خیلی بازیش ناخوشایند بود واسه من. الان هم بچه ها نمیخوایم مثلا نسبت به نوید محمدزاده مقایسش کنیم، همین تو بازیگرها خودشون میخوایم نسبت به خودشون مقایسه داشته باشیم، چون اگه بخوایم نسبت به اون بزرگواران مقایسهشون کنیم اصلا به هیچ عنوان به هیچ جای قرار نمیگیرن. ولی فرزاد فرزین به نظرم تونسته که مخاطبای خودش رو راضی نگه داره و به نظر میاد که تو این فیلم های آخر، مخصوصا فکر کنم آخریش نیسان آبیه، تونسته موفق باشه نسبت به فیلم های قبلیش و به نظرم آقای فرزاد فرزین میتونه تو هر دو تا زمینه فعالیت داشته باشه. بنیامین بهادری خواننده است که فیت شده بنده خدا، فکر کنم به خاطر مشکلاتی که با دوستان مافیا پیدا کرده. البته اینا یه جوری پلنو میچینن که عمر خواننده پاپ خیلی هم زیاد نشه، که مثلا یه نفر بخواد خیلی محبوب بشه و خیلی سالها تو خوانندگی بمونه که بعدن غولی بشه برای خودش و نتونن از پسش بر بیان. یه فیلمی با آقای گلزار بازی کرده بود و این داستانا یادمه، اون موقع خیلی هم تبلیغ میکردم واسهش. به نظرم نه فیلمش ارزش دیدن داشت نه اون بازیگری بازی بود. پس به نظرم آقای بنیامین بهادری تو همون حرفه شریف خوانندگی که اگر باقی مونده بمونه براش بهتره. یه جمله هندی برات پیدا بکنم از این تو.
عشق من. نفر بعدیمون آقای رضای صادقی. بگو اصلا همه غمات یه جا چند. رضا صادقی هم توی یکی از سریال‌های مهم چند سال اخیر یه چند سکانسی بازی کرد. خودش هم تو همون فیلم رضا صادقی بود، ولی رضا صادقی رو بسیار مصنوعی بازی کرد، یعنی یه رضا صادقی مصنوعی تو همون فیلمه بود. پس به نظرم آقای رضا صادقی همون خوانندگی براش بهتره. آفرین عزیز، آفرین آفرین، عالی بود. بچه دمتون گرم. نفر بعدیمون آقای امیر مقاره. امیر مقاره، آقای امیر مقاره، خوانندگی یا بازیگری؟ به نظرم آقای امیر مقاره همون نه بازیگره نه خواننده است، نمیدونم، مثلا شاید یه مدل بود، نمیدونم. برای چی داری تلاش میکنی؟ مازیار فلاحی. دوباره اومدم دلتنگ تیجون. فکر کنم آقا مازیار هم اگر تو حرفه شریف خوانندگی بمونه، ایشون هم که مهاجرت کردن، اگه تو این همین شغل بمونه فکر کنم خیلی بهتر هستش. میرسیم به نفر آخر لیستمون، آقای حمید عسکری. تو شبیه هیچ کی نیستی. به نظرم آقای حمید عسکری هم تو حرفه خوانندگی اگر بمونه بسیار براش بهتره. حتی الان هم خیلی فیت شده و شاید خیلی ها فراموش کرده باشن نام حمید عسکری رو. بچه اگه دوست داریم مدل بازیگرایی که خواننده شدن اینم براتون بسازم، حتما بهم بگید. خیلی مخلصم، تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.